سلام، وقت بخیر. من امیر منصور هستم. چند سال پیش جای شما خالی ما رفته بودیم کنسرت آقای شهرام ناظری. استاد ناظری یکی از خوانندگان خیلی برجسته کشور که من خیلی بهشون علاقه دارم و همیشه خیلی لذت میبرم از شنیدن صدای ایشون. کنسرت نسبتا مفصلی هم بود و برنامه خیلی جامع و کاملی تدارک دیده بودن. ما شانسمون زد و بلیط گیرمون اومد و تو این کنسرت شرکت کردیم. تونستیم بریم بشینیم اونجا و برنامه رو ببینیم. وقتی برنامه آغاز شد، آقای ناظری به اتفاق گروه نوازندگان اومدن روی سن و نشستن سر جای خودشون و شروع کردن به اجرای برنامه. اولین قطعه ای هم که اجرا کردن قطعه ای بود که فکر کنم اکثر حضار نشینه بودن و برای اولین بار داشتن میشنیدن. قطعه نسبتا طولانی هم بود، فکر کنم 10-15 دقیقه طول کشید. بعدها معروف شد و خیلی مشهور شد و خیلی هم جالب اجراش کردن ایشون. به نوعی هم یک نوآوری در واقع تو این اجرا اتفاق افتاده بود. خلاصه وقتی که تمام شد این قطعه، آقای ناظری در واقع سلام علیک خودشون رو شروع کرد با حضار و خوش آمدگویی و بعد از اون معرفی نوازندگانی که ایشون رو همراهی میکنن. البته اکثر نوازندگان معروف بودن و ما میشناختیم و معروف هم هستن، ولی خب به رسم متداول اینجور برنامه ها ایشون یک به یک معرفی کردن که نوازندگان چه کسانی هستن و هر کدوم چه سازی میزنن و غیره. و بعد از اون آقای ناظری یک توضیحی راجع به برنامه‌ای که قرار بود شنیده بشه ارائه کردن که مثلا برنامه قراره در دو قسمت انجام بشه، ما توی این دو قسمت این قطعات رو قراره بخونیم و بزنیم از اون آلبوم و این چند قطعه مثلا جدید خواهند بود و برای اولین بار برای شما تدارک دیدیم و می‌خوایم شما بشنوید. اون موقع خیلی هنوز امکانات اینجوری نبود که شما بخواید توی کنسرتی شرکت کنین، یه بروشوری اول کار بهتون بدن که اون بروشور همه اطلاعات کنسرت رو داشته باشه. در واقع این صحبت‌های خواننده خودش اعلام برنامه بود و تازه تو اونجا بود که ما فهمیدیم قراره چه چیزهایی رو بشنویم. بعد از این صحبت کوتاه آقای ناظری سر جای خودشون قرار گرفتن و گروه آماده شدن تا قطعه دوم رو بزنن و بخونن و برنامه شروع بشه. تو همین لحظه یکی از حضاری که اون ردیفای اول نشسته بود یه دفعه بلند شد و با صدای بلند فریاد زد که قطعه مادرس سحر رو بخونیم. بقیه حضار و تماشاگرام که حالا ما باشیم خیلی به شور اومدیم و شروع کردیم دست زدن و تشویق کردن که بله بله این قطعه رو اگه بخونیم خیلی خوبه. تو پرانتز بگم این قطعه مادرس سحر قطعه خیلی معروفی از آقای ناظری، فکر می‌کنم اکثر مخاطبین این کانال اون رو شنیدن. خیلی مشهور، ایشون هم به هنرمندی تمام اون رو اجرا کرده. اون سالا خیلی اینو ما زیاد می‌شنیدیم تو رادیو تلویزیون که پخش می‌شد. بالاخره کسی اگه کاستش رو می‌خرید سی دی اینا اون موقع هنوز نیومده بود، میتونست خودش گوش کنه. شما تو اتوبوس و تاکسی هم می‌شنیدین و خلاصه زیاد به گوش آدم برخورد می‌کرد این قطعه. قطعه مادرس سحر. یه خاطره جالبی هم دارم از این. اون موقع خیلی رسم نبود که شما وقتی یک قطعه این چنین رو میشنوین متن اون شعر هم جلوی چشمتون باشه. یعنی اینطوری نبود که مثلا تو اون کاست حتما لزوما ناشر متن شعر رو هم چاپ کنه و اینترنت هم که نبود که شما دنبالش بگردی سرچ کنی پیداش کنی. برای ما هم که حالا خیلی سواد ادبی آنچنانی نداشتیم، مثلا اینجوری نبود که دیوان حافظ رو مثلا 5 دفعه خونده باشیم تا آقای ناظری شروع کنه مادرس سحر بگیم این غزل حافظه، بدویم بریم حافظ رو باز کنیم و با ایشون بخونیم. نه اینجوری نبود. یعنی برای سالیان سال این قطعه رو من میشنیدم در حالی که هیچ متنی جلوی من نبود و فقط کلمات رو از آقای ناظری میشنیدم و خیلی هم با شور و هیجان بعضی وقتا که جذب میگرفت منو با ایشون همخوانی میکردم و میخوندم و خیلی هم غرق در لذت میشدم و روسیاهی به زغال موند. وقتی که من برای اولین بار این شعر حافظ جلوم بود و همزمان با آقای ناظری که داشتن میخوندن و گوش میکردم این قطعه، متن رو دیدم و تازه دیدم که من چه فاجعه‌ای رو میخوندم. حافظ یه چیز دیگه گفته، آقای ناظری اونو خونده و من یه چیز دیگه میخوندم. این اتفاقی که خیلی فکر میکنم تجربه مشترکی باشه برای خیلی از آهنگ‌ها و ترانه‌ها و قطعاتی که شنیدیم. فکر می‌کنم تجربه مشترکی باشه که خیلی از سر گذروندن. بگذاریم این پرانتز رو ببندیم. خلاصه اون بنده خدا داد زد که قطعه مادرس سحر رو بخونید و مردمم خیلی تشویق کردن و به هیجان اومدن. تو اینجا بود که آقای ناظری کمی سکوت کردن. برداشتم اینه که ایشون کمی مکدر شدن، یه خورده ناراحت شدن از این وضعیت و واقعا هم همینطور بود. آقای ناظری به جای اینکه قطعه دوم رو شروع کنن و ادامه برنامه، یه چند دقیقه صحبت کردن. اون صحبت ها رو که البته خب من عین کلام ایشون کردم نیست، اما نقل به مضمون خدمتتون عرض می‌کنم. بحث این بود که شما مخاطبین باید از هنرمند خودتون هر روز کار جدیدی بخواید، یه کار نوعی رو عرضه کنه، نه اینکه همون کارهای قبل رو دوباره تکرار کنه. ما برای این کنسرت یک تدارکی دیدیم، چند ماه زحمت کشیدیم، آهنگسازان چه قطعات خیلی خوبی رو تنظیم کردن، کیفیت این کارها حتی از اون چیزی که شما می‌خواید بالاتره، بنابراین شما با ما همراهی کنید و به این قطعات گوش کنید. اون رو فعلا دیگه حالا رها کنید، این ماجرا رو فعلا داشته باشین، بعداً بهش برمیگردیم و من بیشتر راجع بهش باز صحبت می‌کنم. مطلب بعدی که می‌خوام بگم که حالا بهونه‌ای هم بود که اصلا من تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط کنم، یه مقاله‌ای بود که یک دو هفته پیش خوندم از آقای سید علی میرفتا که من در مورد کارهای ایشون قبلا تو این کانال فکر کنم تو یکی از ویدیوهای توضیحی داده بودم. آقای میرفتا توی شماره نوروز 1401 برای مجله کرگدن که مقاله‌ای نوشتن که من دعوت می‌کنم از مخاطبین اگه فرصت کردن این مقاله رو حتما بخونن، مقاله خیلی خوندنی هست تحت عنوان پزشکزاد عزیز است، حقیقت عزیزتر. همونطور که از عنوان مقاله برمیاد،
توی مقاله آقای میرفتاح راجع به مرحوم ایرج پزشکزاد مطلبی رو نوشتن و در مورد کار معروف ایشون دایجان ناپلئون که ایشون تحت عنوان دایجان به کار میبره که این نزدیکی و قرابت زبانی هم خیلی برای من جالب. اما توی این مقاله آقای میرفتاح راجع به یک موضوع اشاره میکنه که من دیده بودم و شنیده بودم ولی حواسم بهش جمع نبود، اما ایشون در واقع مخاطب رو میکشونه دستش رو و متوجه این مطلب میکنه و اون برخوردیه که خود مرحوم پزشکزاد با داستان دایجان داشت. ظاهرا پیرمرد خوشمشرب خوشپوش با ذائقه خیلی خیلی شیرین خیلی خوشحال نبوده از این اتفاقی که برای کتاب دایجان ناپلئون افتاده. جایی ایشون لب به شکایت باز کرده و گفته که انگار اصلا این هووی منه، انگار این سرقفلی منه، هر جایی که من قراره برم که مثلا دعوت کردن از ایرج پزشکزاد که بیاد صحبت کنه، جلوتر دایجان ناپلئون اونجاست و اونجا نشسته و برای حضار یک نمایشی داده، هر جایی که ما میریم فقط صحبت اینه که این مشق قاسم از کجا اومد، دوستعلی خرار چجوری شما شخصیت پردازی کردی، اون سعید چرا اینجوریه، همش از این حرفاست. یعنی اصلا هیچ کسی سوال نمیکنه که آقا بالاخره ما این همه مقاله نوشتیم، این همه کار طنز دیگه تولید کردیم که به نظر خود من اونا بهترن، حتی چقدر ترجمه کرده آقای پزشکزاد. هیچ کسی هیچ کاری با این مقالات و کار دیگه ایشون نداره و فقط همه توجهات متمرکز شده روی دایجان و قصه دایجان ناپلئون. این شکایت رو ظاهرا آقای پزشکزاد داشته. اصلا خود این وضعیت یک وضعیت آیرونیکیه، یه وضعیت عجیبیه. یه هنرمندی، یه کسی که یه چیزی تولید میکنه، حالا یه متنی مینویسه، یه آهنگی میسازه، یه ویدیوی تولید میکنه، خلاصه هر کسی یه چیزی یه کاری میکنه، هدف اصلی اینه که دیده بشه دیگه، بالاخره اونو تولید کنه که ملت ببینن، حالا این هدف اصلیه. اما از یک نقطه‌ای به بعد که میگذره انگار ماجرا عوض میشه. یعنی وقتی به نقطه‌ای میرسه که اون اثری که تولید شده انگار از خود هنرمند جدا میشه، این جدا شدنش البته طبیعیه که حالا توضیح میدم راجع بهش، اما خیلی خیلی فربه میشه، به طوری که نه تنها بقیه آثار هنرمند بلکه خود هنرمندم میرن زیر سایه اون اثر. شما الان تو کوچه و خیابون سوال کنین که کتاب دایجان ناپلئون، که حالا کتابش که نه ولی مثلا داستان دایجان ناپلئون، همه از اون سریال اکثرا میشناسن این داستان رو، ولی تعداد خیلی کمی هستن که بدونن نویسندش کیه. تعداد خیلی خیلی کمتری هستن که مثلا بدونن که کتاب ماشاءالله خان در دربار هارون رشید هم مال همون نویسنده است که اسمش چی بود، پزشکزاد. این وضعیتی که آقای پزشکزاد در واقع ازش گلگی میکنه. آقای فتاح حواس ما رو به این موضوع جلب میکنه که از بین کارهای مختلف آقای پزشکزاد این یکی یه شکلی آماس کرده، انگار متورم شده، فربه شده، و چرا؟ چرا این اتفاق افتاده؟ یا اگه بخوام برگردم به کارهای استاد شهرام ناظری، چرا قطعه ما درس سحر اینقدر مورد توجه مخاطبین قرار میگیره در حالی که ایشون به تعبیر خودشون چه بسا کارهای بهتری هم ارائه کردن؟ خب یه جوابی که اول به ذهن میرسه اینه که اگر کتاب دایجان ناپلئون اینقدر قدر دیده و بر صدر نشسته، حتما بهتر از بقیه کارهای پزشکزاد دیگه، اگر به خوبی اونها بود که اونها هم به این نقطه میرسیدن، یا اون قطعه ما درس سحر در رحم میخوان نهادی، اونم همینطور، اونم حتما این قطعه از بقیه کارهای آقای ناظری بهتره که اینقدر مورد توجه قرار گرفته، وگرنه خب ملت میگفتن چیز دیگه بخون. حرفی که آقای میرفتاح داره میزنه اینه که اینطور نیست لزوما. ایشون یه توصیفی میکنه و یه شرحی میده که چه بسا یک هنرمندی یه چیزی مینویسه، یه اثری خلق میکنه و اون اثر یک زندگی مستقلی داره و آنچنان ستاره اون اثر درخشیدن میگیره که از دست خود نویسنده یا صاحب اثر هم خارجه، از کنترل خودش خارج میشه. ایشون حالا با لطافتی که در ایشون من سراغ دارم ذکر میکنه از یک شعری از حافظ که قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. در واقع داره از زبان حافظ میگه که من یه چیزی گفتم، یه غزلی گفتم، این که حالا بگیره یا نگیره، بره پخش بشه یا نشه، میگه دست من نیست، اصلا به من ربطی نداره. اون اثر داره یه زندگی مستقلی از من انجام میده. اگه مورد توجه قرار گرفته، حالا به تعبیر حافظ که نگاه الهیاتی داره، میگه اون کار خداست. یا به تعبیر آقای میرفتاح میگه حتی اون کسی هم که به حالا نظر الهی نداشته باشه تو این مطالب و اعتقادی نداشته باشه، این کار شانسه. شانسی میشه که یک اثری میگیره یا نمیگیره. این چیزیه که به نظر میرسه کمی برای ما درکش سخت باشه و من میخوام تو این ویدیو راجع به این صحبت کنم. این موضوعی هم که یک اثر هنری به طور کلی منفک میشه از هنرمند و زندگی جداگانه برای خودش داره، این مسئله جدیدی نیست. حالا خیلی من سواد این بحثا رو ندارم، ولی کسانی که تو بحث هنر یا فلسفه هنر خونده باشن، این موضوعی که ظاهرا برمیگرده به آقای رولاند بارتس، نظریه که ایشون طرح کرده تحت عنوان مرگ مؤلف اصلا عنوان میکنه، که وقتی یک هنرمند یک اثری رو خلق میکنه، حالا ایشون در مورد متن نوشتاری میگه ولی با اغماض میشه در مورد هر اثر هنری به کار برد، انگار میشه تصور کرد که اون هنرمند دیگه اصلا مرده نیست، اون اثر هنری یک زندگی مستقلی داره و داره مستقل نشونما میکنه و رشد میکنه که خیلی در کنترل هنرمند نیست. یه مثلث معروفی هست که ازش صحبت میکنن، مثلث هنرمند، اثر هنری و مخاطب، که هنرمند اثر هنری رو تولید میکنه بعد از اون دیگه دست خودش خارجه، این که مخاطب چی میخواد رو خیلی هنرمند کار خاصی نمیتونه روش انجام بده. اگه قرار باشه کسی مثلا بین مطرب مهتاب رو یا شعر و عرفان یا آتش در دنیستان یا ما درس سحر یکی رو انتخاب کنه و بگه کدوم بهتره،
خب هر کسی سلیقه‌ای داره، ولی به نظر میرسه خود صاحب اثر، خود آقای استاد شهرام ناظری جلوتره و مقدمتر از بقیه است که بگه کدوم اثر من از بقیه بهتره، یا حداقل الان توجه کنید به این اثر. ولی ما توی این موضوع، ما به عنوان مخاطب دارم میگم، از خود هنرمندم رد میشیم و اصلا به اونم کاری نداریم، میگیم نه آقا این قطعه رو دوست داریم بشنویم، حتی اگه تو بگی اون بهتره، حتی اگه آقای پزشکزاد بگه که مثلا فلان کتابای منم بهتره ها، اون مقالات منم بهتره ها. نه، ما فقط با دایجان کار داریم، ما اینجا اومدیم فقط راجع به دایجان صحبت کنیم. من یه جوکی میندازه، میگن یکی از بیوند خدایی فوت شد و براش مجلس ختم گرفتن. تو مجلس ختم حالا اون بازماندگان و خانواده‌اش اومدن اون پشت بلندگو و گفتن که حالا این پدر ما، این کسی که حالا فوت شده، وصیت کرده کسی سیاه نپوشه در رسایی‌شون و ایشون می‌خواد که مردم به زحمت نیفتن. یک دو نفر مثلا بلند میشن میگن که مرحوم غلط کرد، ما به احترامش سیاه می‌پوشیم. در واقع ما توی اثر هنری به عنوان مخاطب گاهی وقتا جلوتر از خود هنرمند میریم و به نظر میرسه حداقل به تعبیر آقای رولاند بارتس این وضعیت وضعیت طبیعیه، به خاطر اینکه اثر هنری زندگی مستقلی داره از هنرمند. اما چی میشه که یک اثر هنری میگیره و یکی دیگه نمیگیره؟ من در ادامه میخوام راجع به این موضوع با شما بیشتر صحبت کنم. برای ادامه بحث من اومدم سراغ آقای دانکن واتس. من قبلا هم از آقای واتس مطالبی رو توی این کانال یک تا ویدیو خدمت شما عرض کردم. یکی از کتاب‌های ایشون رو مورد ارجاع و اشاره قرار دادم و مطالبی رو از اون کتاب نقل کردم. اما توی این ویدیو و در ادامه میخوام راجع به یکی دیگه از کارهای متفاوت واتس صحبت کنم. این یک مقاله و یک تحقیق خیلی معروفی هست که الان راجع بهش خیلی بحث شده و کمی هم مناقشه برانگیز هست. این اولین بار در فوریه 2006 در شماره 311 مجله ساینس منتشر شد و از اونجا هست که اسم دانکن واتس حالا به تعبیری بشر زبان ها افتاد. دانکن واتس جامعه شناسی هست که نظریات خودش رو با علم شبکه تلفیق کرده و از دانش شبکه کمک میگیره و مطالب خیلی مهمی رو تولید کرده، بین جمله همین مقاله و همین تحقیقی که راجع بهش میخوام صحبت کنم. قبل از اینکه بخوام وارد بحث این مقاله و مثلا بشم، یه خلاصه خیلی کوچیکی از اون چیزی که از دانکن واتس نقل کردم رو اینجا تکرار میکنم، چه کمی شاید به کار بیاد. من اینطور گفتم که دانکن واتس یک فرمول سمی کشف کرده، یکی دو تا عامل هست که این دو تا عامل رو اگر کنار هم بذاریم یه ترکیب سمی پیدا میشه که نتیجه‌اش اینه که ما دیگه یادمون میره که در این عالم شانس هم وجود داره. اولیش هایندسایت بایاس یا سوگیری گذشته نگارانه هست که من راجع بهش دیگه خیلی مفصل حرف زدم، دیگه بازش نمی‌کنم. اینکه وقتی یه اتفاقی میفته ما میگیم از اول معلوم بود، در حالی که معلوم نبوده. این چیزی هست که بهش میگن سوگیری گذشته نگارانه. این عامل اول. عامل دوم هم عامل نراتیو فلسی هست یا مغالطه قصه بافتن به تعبیر آقای نسیم نیکولاس تالب. دانکن واتس میگه اگه این دو تا در کنار هم قرار بگیرن، یعنی هر اتفاقی که برای ما در این عالم بیفته اولا از اول معلوم بوده، دوما براش میتونیم یه قصه ببافیم. ترکیب این دو تا اینه که دیگه شانس وجود نداره، همه چی از اول معلوم بوده و با این قصه و روایتی که ما داریم تولید میکنیم معلوم بود که به این نتایج منتهی میشه. این چیزی بود که من راجع بهش صحبت کردم از آقای دانکن واتس و حالا اینجا هم تا حدودی کمی با این مفهوم کار داریم. من در ادامه از فصل سوم کتاب Everything is Obvious هم کمک میگیرم، کتابی که آقای دانکن واتس نوشته و توی فصل سوم شرح اون کار تحقیقاتیش رو مفصل آورده و ارائه کرده. عنوان فصل سوم عنوان آشناییه، ما قبلا با این عنوان یکی دو تا کتاب دیگه هم دیده بودیم، کتابایی که اونها هم مطالب خیلی جالبی دارن در مورد حرکت جمعی آدم هاست که حالا یا اونها رو تحسین میکنن یا تقبیح میکنن که چی میشه وقتی که انسان ها با هم دیگه حرکت جمعی انجام میدن، چه تبعاتی به وجود میاد که حالا بحثش جداست. من از اینجا دیگه گزارشی رو از فصل سوم کتاب دانکن واتس و در نهایت از مقالهش خدمتتون ارائه میکنم. تو فصل سوم آقای دانکن واتس اول از همه از یکی از آثار هنری خیلی معروف دنیا شروع میکنه، میشه به تعبیری گفت معروف ترین اثر هنری عالم، تابلو نقاشی مونالیزا از لئوناردو داوینچی. دیگه تقریبا میشه گفتش که کسی در این عالم نیست که چشمش حداقل یه بار به این تابلو نیفتاده باشه. ممکنه خیلی‌ها اسمش رو ندونن، خیلی‌ها ندونن که صاحب اثر کیه و داوینچی این تابلو رو کشیده. اما بالاخره حداقل همه یک بار این تابلو رو دیدن. موضوع اینه که این تابلو الان مورد توجه خیلی زیاد جهانیان قرار گرفته. الان تو موزه لوور پاریس قرار گرفته و عنوان میشه به تعبیری که حالا خود مسئولین لوور عنوان میکنن، بیش از 80% بازدید کنندگان این موزه میان که تابلوی مونالیزا رو ببینن. تقریبا قیمتی برای این تابلو نمیشه تعیین کرد و کسی نمیدونه که ارزش این تابلو چقدره. تو اون سالی که دانکن واتس کتابش رو نوشته، ارزش بیمه این کار ولی حدود 700 میلیون دلار هزینه داشته که بتونن این کار رو بیمه کنن، ولی کسی اگه بخواد اون رو بخره مشخص نیست که ارزشش چقدر هست. ما الان این تابلو رو در صدر توجه جهانیان میبینیم. حرفی که به نظر میرسه چیزی اینه که انگار از روز اول ما با یک شاهکار مواجه بودیم، یک شاهکاری که از روز اول اینقدر مورد توجه قرار گرفته. به پرانتز اینو بگم که توی موزه لوف، البته این حرفی که آقای دانکن واتس نقل میکنه، تو همون راهروهایی که در مسیر رفتن به دیدن مونالیزا هست، چند تا کار دیگه از داوینچی هم هست.
ولی کسی به اونا نگاه نمیکنه و همه سراسیمه میدونن که بیان موناریزا رو نگاه کنن. یه کمی شبیه وضعیت جایجان داره برای داوینچی هم اتفاق میفته. یه کمی اگه به گذشته برگردیم، این تابلو آنچنان هم مورد توجه نبوده. مشخصا در زمانی که انقلاب فرانسه رخ میده، فقط این تابلوی بوده که توی خونه اشراف دست به دست می‌شده، حالا از همدیگه خرید و فروش می‌کردن یا ارث می‌رسیده. خیلی هم چیز خاصی نبوده این تابلو و محل بحثی نبوده. به گفته آقای دانکن واتس، اولین باری که مورد توجه قرار می‌گیره یه باریه که یک ایتالیایی خیلی غیرتمندی تصمیم می‌گیره این تابلو رو بدزده و از فرانسه به زادگاه اون ایتالیا برگردونه. و این کارو انجام میده و ظاهراً موفق میشه. یکی دو سالی هم این تابلو نبوده. بعد توی بدبستون و فروشش به یه گالری، حالا یک کلکسیونری که می‌خواسته این تابلو رو به ایتالیا ببره، اون طرف دستگیر میشه و تابلو برمیگرده. اخبار این ربایش و پیدا شدن تابلو اون رو مورد توجه قرار میده. و از همینجاست که ستاره این تابلو، تابلوی مونالیزا، شروع به درخشیدن میکنه. ظاهرا یکی دو بار دیگه هم این اتفاق میفته که عده‌ای میخوان به این تابلو آسیب بزنن. یک بار کسی تصمیم میگیره به تابلو اسید بپاشه. همه این اخبار هم کمک میکنه که این تابلو معروف‌تر بشه. همونطور که تو قسمت اول گفتم، انگار یک اثر هنری هست که زندگی خودش رو داره. داوینچی چند صد سال قبل از این دنیا رفته و این اثر داره تجربیاتی رو از سر میگذرونه و پله های رشد و معروفیت رو یکی یکی داره طی میکنه. بعدها سالواتور دالی و اندی وارهول هم کارهای تولید کردن که سعی کردن از این اثر مونالیزا استفاده کنن و اینها هم کمک کردن که این تابلو دیگه در محل فوکس جهانی قرار گرفت. دیگه الان به عنوان معروف ترین و مشهورترین اثر هنری هم توی گفتم شناخته میشه. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که چه اتفاقی افتاده که تابلوی مونالیزا اینقدر معروف شده و با فاصله این چنینی از بقیه کارهای داوینچی و همینطور بقیه کارهای همه نقاشان عالم جلو افتاده؟ یا شبیه همین حرفی که در خصوص داستان دایجان ناپلئون میشه زد، چی شده که این داستان اینقدر معروف شده که مردم همه میشناسن این قصه رو ولی حتی صاحب اثرش رو نمیشناسن، یا اگه صاحب اثرش رو بشناسن نمیدونن که بقیه کتابایی که نوشته چی هست؟ چه اتفاقی افتاده که تابلوی مونالیزا با اختلاف از بقیه کارهای داوینچی و بقیه آثار هنری پیش افتاده؟ یک استدلالی که خیلی سریع به ذهن میرسه و خیلی سریع هم ما مطرح میکنیم اینه که لابد این کار از بقیه کارا بهتر هست. لابد تابلوی مونالیزا کیفیاتی داره که بقیه کارهای داوینچی و بقیه کارهای نقاشان دیگه نداره، وگرنه خب اونها هم مورد انقدر توجه قرار میگرفتن. چرا برای بقیه کارهای داوینچی این همه مردم دست و پا نمیزنن یا برای کارهای نقاشان دیگه؟ شبیه همین در خصوص کارهای دیگه آقای مرحوم پزشکزاد هم هست. حتما باقی کاراش دارای کیفیت نازلتری هست که به این موفقیت نرسیده. حرفی که آقای دانکن واتس داره میزنه این که میگه اینجا یک خطای اتفاق میفته. ما قراره که استدلالمون از سر به ته باشه یا از ته به سر باشه. قراره یک کار بهتری باشه بعد مورد توجه قرار بگیره، یا اینکه چون مورد توجه قرار گرفته ما نتیجه‌گیری کنیم که این کار بهتری. در واقع ما اینجا با یک استدلال دوری مواجهیم، یک سیرکولار ریزنینگ داریم. ما صبر میکنیم ببینیم که کدوم کار جلو میفته و موفق تر میشه و بعد میایم برای این کاری که جلو افتاده شرح میدیم که به این دلیل این کار از بقیه کارها بهتر هست. یه چیزی شبیه همون نراتیو فلسی داره اتفاق میفته که توضیحش دادم به شما. مثلا در خصوص کار تابلو نقاشی مونالیزا، حتما شما هم خوندین، من البته سواد درک هنری خیلی زیادی ندارم ولی اینها رو دیدم که صحبت هایی شده در خصوص نوع لبخندی که این خانم میزنه. انگار یک لبخند جادویی اینجا اتفاق افتاده، انگار داوینچی این صحنه رو که صحنه خیلی عجیبی شکار کرده و تونسته اینو ثبت و ضبط کنه، یک لبخند باور نکردنی. حالا اینکه واقعا این لبخند جادویی هست یا نه قضاوتش با شما، اما حالا این حرفا داره گفته میشه. یا در خصوص حالت دست های این خانم هم صحبت میشه. حتی بعضیا هنر داوینچی رو بردن به پس زمینه و بک‌گراند نقاشی و میگن اونجا داوینچی کارهای خارق العاده ای کرده. من خیلی نمیتونم قضاوت کنم. همین حرفا البته در مورد داستان دایجان ناپلئون هم وجود داره. اونجا هم گفته میشه که انگار یک شخصیت پردازی عجیب و غریبی اتفاق افتاده، یا حالا در خصوص تکه هایی که بر زبان گویندگان یا کاراکترهای قصه ظاهر میشه خیلی خاصیت های عجیب و غریبی ذکر میشه. باز اینها همه به نظر میرسه نمیتونید تشخیص بدید که پسینی هست و بعداً درست شده یا اینکه از اول جزو خصوصیات اصلی اثر هنری بوده. اینجاست که همون حرف استدلال دوری آقای دانکن واتس طرح میشه. نکته جالب اینه که دانکن واتس از اون سر دنیا همون حرفی رو راجع به آثار هنری میزنه که آقای میفتاح این طرف عالم میزنه. و بحثش این هست که توی موفقیت یا مورد توجه قرار گرفتن یک اثر هنری، البته که کیفیت‌های اون اثر بسیار مهمه، اما نکته اساسی و تعیین کننده شانس هست. این شانسی که تعیین می‌کنه که چطور میشه یک اثر هنری مورد توجه قرار می‌گیره. یکی از مشکلات این که ما بتونیم شانس رو درک کنیم یا نه این هست که ما تاریخی که داریم برای زندگی می‌کنیم یک بار اتفاق افتاده. یک بار داوینچی زندگی کرده، یک بار این تابلو رو کشیده و این تابلو داره زندگی خودش رو طبق حرف آقای رولاند بارتس که یک هویت مستقلی از داوینچی پیدا کرده داره طی می‌کنه. داره موفق میشه، داره پله‌های توجه و ترقی رو طی می‌کنه و میره جلو.
این یک بار پیش اومده. اگر شانس باشه، یعنی اگه ما تاریخ رو به عقب برگردونیم، به اون زمانی که داوینچی این تابلو رو کشید و دوباره تاریخ رو ران کنیم، شاید این اتفاق شانسی نیفته. شما یک تاسو که میندازین چون شانسی هست، دفعه اول 6 میاد. اگه دفعه دوم بندازید و تاریخ رو تکرار کنید، چه بسا 6 نیاد. بدبختی اینه که ما نمیتونیم تاریخی که توش تابلو نقاشی مونالیزا به شهرت رسیده رو دوباره تکرار کنیم. این کار نشدنیه. به قول پوپر یا دنیل کانمن، ما تاریخ رو داریم که یک آزمایشی است که فقط یک بار ران شده. دیگه نمیتونیم بررسی کنیم که اگه دوباره تکرار میشد مونالیزا در این جایگاه قرار میگرفت یا نه. برخی خب نظرشون این هست که مونالیزا کیفیاتی داره که اگه شما 10 بار دیگه هم تاریخ رو ران کنی، باز مونالیزا همین جایی هست که الان هست. اگر 10 دفعه دیگه برگردیم زمان رو به عقب و آقای مرحوم پزشکزاد آثاری رو تولید کنه، باز هم کتاب دایجان ناپلئون بر سر میشینه. این یک ادعاست. برای اینکه این ادعا رو بخوایم بررسی کنیم، نیاز داریم که تاریخ رو تکرار کنیم که نشدنیه. این همون کاریه که دانکن واتس انجام داده. دانکن واتس تو این تحقیق خودش در واقع اومده تاریخ رو تکرار کرده. یعنی اومده آزمایش‌هایی رو طراحی کرده که تو اون انگار تاریخ چند بار تکرار شده. من در ادامه شرح کاری که دانکن واتس انجام داده رو خدمتتون عرض می‌کنم. دانکن واتس برای بررسی اینه که ببینه یک اثر هنری چطور مخاطبین خودش رو پیدا میکنه و چطور میشه یک اثری مورد اقبال مخاطبین قرار میگیره، سراغ هنر موسیقی رفت و توی این هنر بود که تحقیق خودش رو متمرکز کرد. یک تحقیق مفصلی رو شکل داد. ابتدا از تعدادی از مشاورین کمک گرفت، مشاورینی که توی موسیقی تبحر داشتن. این مشاورین یک جستجوی خیلی وسیعی رو شکل دادن، به دنبال گروه‌ها و بندهای موسیقی رفتن که خیلی شناخته شده نبودن و کمتر کسی چیزی از اونها شنیده بود. به یک لیست 48 تایی رسیدن، 48 گروه موسیقی تقریبا محجور. از بین کارهایی که این گروه‌های موسیقی شکل داده بودن، از هر گروهی یکی از کارهاشون انتخاب شد که به تبع این کارها هم کمتر به گوش کسی خورده بود و کمتر کسی قبلا اونها رو شنیده بود. 48 آهنگ شکل گرفت که به این ترتیب دانکن واتس میتونست تقریبا مطمئن باشه که شرکت کنندگان تو تحقیق قبلا اونها رو ندیدن و قبلا اونها رو نشنیدن. و برای اولین بار تو این آزمایشه که با این آهنگ‌ها مواجه میشن. آزمایش همونطور که گفتم خیلی وسیع و بزرگ بود. حدود 14,000 نفر توی این تحقیق شرکت کردند. واتس ابتدا این 14,000 نفر رو به دو مجموعه بزرگ تقسیم کرد. دو تا مجموعه 7,000 نفری. روی سری اول آزمایش رو ترتیب داد که خودش اسمش رو گذاشت آزمایش شماره 1. و بعد وقتی که آزمایش شماره 1 تمام شد، آزمایش شماره 2 رو روی 7,000 نفر بقیه آغاز کرد. یک سامانه ای ترتیب داده شد، یک سایتی بود که فرد میتونست وارد اون سامانه بشه و در نهایت دسترسی پیدا کنه به این 48 آهنگ. میتونه سر فرصت، حالا فرصتی که در اختیارش بود، هر موقع حوصله داشت آهنگ‌ها رو گوش بده و به اونها یک امتیازی بده. مثلا امتیاز 1 ستاره، 2 ستاره تا 5 ستاره اگه به نظرش آهنگ خیلی فوق‌العاده‌ای بود. در انتها فرد مخیر بود که اگه دوست داره آهنگ رو برای خودش دانلود کنه که بتونه دفعات بعد هم گوش کنه. واتس دنبال این بود که ببینه که هر آهنگی چند بار دانلود میشه. چون وقتی یکی از شرکت کنندگان در آزمایش تصمیم می‌گرفت اون آهنگ رو دانلود کنه، یعنی اون آهنگ انقدر مورد پسندش بود که دوست داشته اون آهنگ رو برای خودش نگه داره. و یک مخاطب خیلی وفادار بوده نسبت به اون آهنگ. تعداد دانلودهای هر آهنگ پارامتری بود که دانکن واتس به دنبال اون بود. اما این آزمایش شماره 1 و شماره 2 یک جزئیاتی داره که اونها مهمه و اونها رو براتون توضیح میدم. اول از همه این که آزمایش شماره 1 و آزمایش شماره 2 این 7000 نفر رو هر کدومشون رو تو آزمایش ها به دو زیر مجموعه کوچکتر افراز کرد یا تقسیم کرد. زیر مجموعه اول که تو هر آزمایش حدود 20% شرکت کنندگان تو آزمایش بودن یا 1400 نفر بودن، اسمشون گذاشت گروه مستقلین یا گروه ایندیپندنت. اینها کسانی بودند که همونطور که اسمش روش هست به طور مستقل میتونستن برن این 48 آهنگ رو گوش بدن و در نهایت از بین اونها انتخاب کنن که کدومش بهتر هست. اسم مستقل برای این بود که فرد هیچ خبری از این نداشت که دیگری چه نظری راجع به چه آهنگی داره، آیا تصمیم گرفته اون رو دانلود بکنه یا نه. هیچ اطلاعی از این نداشت و صرفاً با استفاده از سلیقه موسیقیایی خودش تصمیم می‌گرفت که به آهنگ چه رتبه‌ای، چه امتیازی بده و یا اینکه در نهایت اون رو دانلود بکنه یا نه. مثلا اگه من تصمیم می‌گرفتم آهنگ شماره 17 خوبه و دلم می‌خواد اون رو داشته باشم، خبر نداشتم که دیگران چیکار می‌کنن. همه این 1400 نفر از سلیقه و انتخاب بقیه افراد گروه خودشون خبر نداشتن، از بقیه اون افرادی که تو آزمایش شماره 1 و 2 شرکت کردن بی خبر بودن. به این ترتیب میتونست 1400 ارزیابی مستقل از این 48 آهنگ داشته باشه. اما برای 80% بقیه تو هر آزمایش اومد ترتیباتی داد که افراد تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار بگیرن. یعنی افراد دیگه میتونستن ببینن که دیگران کدوم آهنگ رو پسندیدن و دانلود کردن. این در واقع شکلی از تأثیر اجتماعی رو برای هر آهنگ میتونست نشون بده. میخواست بات اندازه‌گیری کنه که چه اثری میذاره شرایط اجتماعی روی سلیقه موسیقیایی هر فرد.
یک ظرافتی هم تو این آزمایش ها وجود داشت. تو آزمایش شماره یک وقتی فرد تو اون 80 درصدی که تحت تاثیر شرایط اجتماعی هستند وارد سامانه میشد، یک جدول 3:16 دریافت میکرد. یعنی این 48 آهنگ تو این جدول چیده شده بودن. چیدمان آهنگ ها هم تو این جدول کاملا تصادفی و رندوم بود برای هر شرکت کننده ای که وارد سامانه میشد. هر فرد همون ترتیب رو دریافت میکرد و این ترتیب ربطی به اسم آهنگ بر اساس حروف الفبا یا تعداد دانلود ها نداشت. فرد میتونست تعداد دانلود ها رو ببینه، اما ترتیب اونها کاملا شکل رندوم و تصادفی داشت. اما تو آزمایش شماره 2 اینطور نبود. وقتی فرد وارد سامانه میشد، یک لیست واحد، یک لیست ستونی، همون چیزی که معمولا اتفاق میفته دریافت میکرد که اون آهنگی که در رأس این لیست قرار میگرفت آهنگی بود که بیشترین دانلود برای اون اتفاق افتاده بود. به ترتیب از آهنگ شماره 2 و 3 و بعد به شکل نزولی دانلود ها منظم شده بود. همونطور که میشه حد زد، آزمایش شماره 1 و آزمایش شماره 2 دنبال این بود که تأثیر شرایط اجتماعی رو به شکل متفاوتی به شرکت کننده اعمال کنه. تو لیست شماره 1 بازم فرد میتونست ببینه که هر آهنگ چند بار دانلود شده، اما به شکل درهم ریخته. اما تو لیست شماره 2 دیگه وقتی وارد میشد آهنگ بالاترین دانلود شده رو میتونست در رأس ببینه. اتفاقا لیست شماره 2 اون لیستیه که ما توی مراحل مختلف زندگی باهاش سر و کار داریم. ما وقتی مثلا لیست پرفروش‌ترین فیلم‌ها رو می‌بینیم، یا اگه در یک کتابفروشی رد می‌شیم می‌بینیم که لیست کتاب‌های پرفروش هفته گذشته رو مثلا اونجا گذاشته. معمولاً به شکل ستونی هست و اون شکل تصادفی و رندوم حالت عجیب غریبیه که خیلی کم باهاش مواجه می‌شیم. تا اینجا آزمایش خیلی خاصی نبود. آزمایش شماره 1 و آزمایش شماره 2 صرفاً این آرایش این آهنگ‌ها بود که متفاوت بود. اما نبوغ اصلی که واتس به خرج داد توی این قسمت از آزمایش بود و این کاری که تو این مرحله انجام داد. اومد اون 5600 نفر 80 درصدی که تحت تأثیر شرایط اجتماعی هستن رو همشون رو با همدیگه همزمان مورد بررسی قرار نداد. اینها رو اومد به 8 گروه 700 نفره تقسیم کرد. اصطلاحاً خودش میگه به 7 جهان موازی تقسیم کرد. اینطوری بود که وقتی که فرد وارد سامانه میشد صرفاً میتونست اطلاعات دانلود رو از همون جهانی دریافت کنه که خودش درش حضور داره. یعنی اگه مثلا من در جهان شماره 3 حاضر بودم میتونستم تعداد دانلودها رو ببینم، اما تعداد دانلود هایی که این 700 نفری که با من در این جهان در این گروه هستن رو صرفا میدیدم، دیگه خبر از جهان شماره 2، شماره 1 یا شماره 8 نداشتن. این ظرافتی که واتس به کار برد بهش کمک کرد که در واقع بتونه 8 بار این کار رو تکرار کنه. 8 بار این آهنگ ها رو در معرض قضاوت افراد با اعمال شرایط اجتماعی قرار بده و دوباره تکرار کنه. اصطلاحی که خودش به کار میبره اینه که میگه من 8 بار تونستم تاریخ موازی شکل بدم. یعنی همون چیزی که به تعبیر پوپر یا کانمن نشدنیه، چون تاریخ یک بار اتفاق میفته، تو آزمایش واتس 8 بار اتفاق افتاد. هر فرد تو هر تاریخی میتونست نظر خودش رو اعمال کنه، بعد میتونست واتس بره ببینه که در یک تاریخ موازی دیگه گروه 700 نفر دیگه چه نظری دادن و گروه بعدی و گروه بعدی. این چیزی بود که میتونست تفاوت رو کاملا ایجاد کنه. برای اینکه یک بررسی انجام بدیم که نسبت سلایق مردم تو گروه مستقل و همینطور تو گروه‌های هشتگانه مورد تأثیر شرایط اجتماعی چه نسبتی با هم دیگه دارن، میشه یک صفحه مختصات دکارتی رو شکل داد. یک صفحه به این شکل. من روی این صفحه مختصات دکارتی محور افقی رو تعریف میکنم رتبه هر آهنگ در گروه مستقلین، یعنی گروهی که صرف نظر از اینکه دیگر افراد تو اون جهان چی میگن خودشون مستقلا نظر دادن. نظرات اون 1400 نفر. بدترین رتبه قاعدتا رتبه 48ه، اون آهنگی که کمترین میزان دانلود رو پیدا کرده، بنابراین توی کمترین نقطه این محور قرار میگیره. بعدی که یکم اوضاعش بهتره رتبه 47ام، رتبه 46ام و در نهایت میرسیم به رتبه شماره 1، آهنگی که از نظر اون 1400 فرد مستقل بیشترین دانلود رو پیدا کرده. همین کارو میشه برای یکی از اون جهانهای هشتگانه تو هر دو تا آزمایش هم انجام داد. مثلا فرض کنید که الان در جهان شماره 3 هستیم از آزمایش شماره 1. تو این جهان 700 نفر حضور دارن. در نهایت این 700 نفرم میرن به این آهنگا مراجعه میکنن و یک دانلودی انجام میشه. دوباره اونی که کمترین دانلود رو پیدا میکنه و کمتر از همه محبوب هست توی این جهان رتبه 48 رو پیدا میکنه و بعدی رتبه 47 و در نهایت بیشترین دانلود تو جهان شماره 3 در آزمایش شماره 1 میشه رتبه شماره 1. هر کدوم از آهنگ های 48 گانه 1 تا 48 رو میتونیم با یک نقطه نشون بدیم. اسم این آهنگ ها رو مثلا میذارم S1, S2 تا S48. هر کدوم از این نقاط تو این صفحه مختصات یک مختصات X و Y داره. مثلا اگه آهنگ S7 رو انتخاب کنیم، این S7 از نظر گروه مستقلین یک رتبه ای داره، از نظر گروه تحت تاثیر شرایط اجتماعی هم یک رتبه ای داره. این رتبه ها که میشه X و Y مختصات این آهنگ رو تو این صفحه مختصات دکارتی تعیین میکنه. چیزی که ابتدا به ذهن میرسه اینه که در شکل ایدئال و پرفکت اون باید این آهنگ ها همشون روی خط Y مساوی با X قرار بگیرن، یعنی روی نیمساز این صفحه مختصات دکارتی. نیمساز در واقع همه نقاطش از دو تا محور
به یک فاصله هست. یعنی مثلا اون آهنگی که رتبه اول رو کسب کرده از نظر مستقلین و آهنگ خیلی خوبیه، این 1400 نفر خیلی هاشون دوست داشتن این آهنگو داشته باشن و بالاترین میزان دانلود رو پیدا کرده، حتما آهنگ خوبی بوده. پس بنابراین اگه بره توی گروه 700 نفره هم مورد بررسی قرار بگیره، اونجا باید رتبه خوبی پیدا کنه و بعد آهنگ اول بشه. بنابراین رتبه شماره 1 از گروه مستقل باید همتراز بشه با رتبه شماره 1 از گروه وابسته. به این ترتیب آهنگ شماره 2 و آهنگ شماره 2 تو هر دو گروه باید یکسان باشه تا آهنگ شماره 48. یعنی نسبت ها باید یکسان باشه. به این ترتیب در شکل ایدئال خودش این 48 نقطه، نقاط S1 تا S48 باید روی خط ایریک مساوی با X قرار بگیرن. اما خب ما میدونیم که اینطور نیست، این اتفاق نمیفته. دلیلش اینه که سلیقه موسیقی افراد متفاوته. بالاخره یک کسی ممکنه از یک سبک آهنگی خوشش بیاد و دیگری از یک سبک دیگه. اما وقتی تعداد بالا باشه این اختلاف دیگه نباید زیاد باشه. یعنی اگه این نقاط با مختصاتی که براشون تعریف میکنیم و پیدا میکنیم لزوما خیلی شرایط ایدئال نشته باشن و روی این خط قرار نگیرن، اما حداقل این نقاط باید حول و حوش خط ایرین سویس با ایکس پراکنده باشن. یعنی تقریبا اون آهنگی که رتبه خوبی داره از نظر مستقلین باید رتبه خوبی هم توی جهان شماره 3 داشته باشه. اگه مثلا اونجا رتبه 1 رو پیدا کرده، ما انتظار داریم که مثلا جزو 3 4 تا آهنگ برتر اون جهان شماره 3 هم باشه و بالعکس. این در واقع شکلی هست که ما انتظار داریم که توی جهان شماره 3 اتفاق بیفته. باتس این نقاط رو برای هر 8 جهان موازی یا هر 8 تاریخ موازی پیدا کرد. در واقع 8 ضرب در 48 نقطه پیدا کرد و اونها رو روی همین صفحه مختصات دکارتی برای جهان‌های مختلف چید. باز ما توقع داریم که تقریبا این نقاط هول و هوش خط ایگ متوسط با ایکس در جهان‌های مختلف پراکنده باشه. اگه تو جهان شماره 3 که اون 700 نفر دارن اعمال نظر می‌کنن یا آهنگی برتر هست، خب اون 700 نفر مستقل در جهان شماره 2 هم تقریبا باید اون آهنگ رو بپسندن. در نهایت وقتی که این 8 ضرب در 48 نقطه رو روی این صفحه مختصات دکارتی ریخت، به این شکل رسید. همونطور که می‌بینید نقاط اصلاً اون نظمی که ما فکر می‌کنیم رو نداره. کمی توی آزمایش شماره 1 این اتفاق وجود داره. یعنی آزمایش شماره 1 جایی بود که اون جدول آهنگ‌ها به شکل نامنظم تصادفی شکل گرفته بود. یعنی یه جورایی اون چیدمان تصادفی و رندوم اومده بود شکونده بود اون نظر جامعه رو برای افراد. اونجاست که تقریباً نظر مستقلین با نظر جهان‌های هشتگانه کمی نزدیکی بیشتری داره. همونطور که می‌بینید نقاط دارای کورلیشن یا همبستگی بیشتری هستن و یه کمی بیشتر هول و هشت خط ایرمسویس با ایکس پراکنده هستن. البته نه خیلی زیاد. کمان که دارید می‌بینید که پراکندگی وجود داره. بعضی از آهنگ‌ها هستن که از نظر گروه مستقلین رنگ خیلی بالایی دارن و جزو آهنگ‌های برتر هستن، اما از نظر بعضی از جهان‌ها اصلاً مورد پسند قرار نگرفتن و کسی اون‌ها رو دوست نداشته. و برعکس بعضی از آهنگ‌ها هستن که از نظر گروه مستقلین آهنگ‌های خوبی نیستن، مثلا رتبه 45 46 بیشتر نتونستن پیدا کنن، اما تو بعضی از این جهان‌ها خیلی مورد اقبال قرار گرفتن و تا رتبه 10 12 هم بالا اومدن. اما وضعیت خیلی خیلی بدتر و آشفته‌تر شد تو آزمایش شماره 2. آزمایش شماره 2 اتفاقا همونطور که گفتم اون تجربه نزدیک ما به زندگی ما، هیچ وقت با بهترین آهنگ ها، با بهترین فیلم ها، بهترین کتاب ها توی لیست تصادفی مواجه نمیشیم. اون کاری بود که واتس برای آزمایش شماره 1 خودش اختراع کرده بود و ابداع کرده بود. ما اتفاقا لیست رو به شکل نزولی معمولا دریافت میکنیم، یعنی اون چیزی که تو آزمایش شماره 2 اتفاق میفته. همونطور که میبینید پراکندگی اطلاعات و دیتا ها خیلی خیلی بیشتر بود. دیگه واقعا جهان های هشتگانه ربطی به هم دیگه نداشتن. میشه گفتش که ضریب همبستگی اطلاعات اینجا به شدت پایینه و اگه یک همبستگی خیلی خیلی ضعیفی هم وجود داره، فقط توی برترین آهنگ ها و بدترین آهنگ ها هست. اونها هم به شکل تقریبا خفیفی. میشه گفتش که مثلا آهنگی که رتبه شماره 1 رو داره از نظر گروه مستقلین و کیفیت بالایی داره، تا حدودی در بعضی از جهان ها وضعیت خوبی داشته، اما این اتفاق لزوما همه جا تکرار نشده. ما وقتی با اطلاعات اینچنین آشفته مواجهیم، در واقع خیلی تخمینی نمیتونیم بزنیم. اصطلاحاً گفته میشه که اطلاعات پیش بینی ناپذیر هستن. وقتی که دو تا پارامتر با هم دیگه ضریب همبستگی بالایی دارن و با هم دیگه افزایش و کاهش پیدا میکنن، تقریبا ما میتونیم با دونستن یکی رو حدس بزنیم. یعنی اگه ما بدونیم یه آهنگی مثلا رتبه 5 رو پیدا کرده تو گروه مستقلین، تا حدودی میتونیم حدس بزنیم که تو این جهان‌های هشتگانه اون آهنگ چه کار میکنه. اما واقعیت اینه که وقتی که اثر شرایط اجتماعی خیلی برهنه اوریان وجود داره و روی تصمیم گیری افراد اثر میذاره، اتفاقا اصلا اینطور نیست و نتایج کاملا غیر قابل پیش بینی میشه. این نموداری هست که واتس به دست آورد در خصوص پیش بینی ناپذیری نتایج. همونطور که ببینید باز هم تو آزمایش شماره 2 اوضاع بدتر هست و نمیشه پیش بینی کرد که کدوم آهنگ رتبه بالاتری و یا پایینتری رو پیدا میکنه. واتس در واقع روی دو تا پارامتر بین این آهنگ های مختلف عمل کرد و کار کرد. یکیش همین پارامتر پیش بینی پذیری یا ناپذیری بود.
اینکه ما آیا میتونیم بفهمیم که توی یک تاریخ مشخص یک اثر هنری موفق میشه یا نمیشه. به نظر میرسه با این اطلاعات حداقل در این سطح آزمایش چنین چیزی نشدنیه. یعنی حتی اگر شما میدونستید که در گروه مستقلین یک آهنگی رتبه برتری داره، این هیچ دلیل نداشت که در یکی از این تاریخ‌های موازی اون آهنگ لزوماً آهنگ برتری باشه. اما پارامتر دومی هم واتس مورد بررسی قرار داد و اون ضریب جینی بود. ضریب جینی ضریبی هست که معمولاً ما تو اقتصاد از اون شنیدیم، برای تعریف میزان نابرابری در اجتماع محاسبه میشه. وقتی ضریب جینی عدد بالایی باشه، یعنی اینکه اختلاف درآمد تو اون جامعه بالاست، و اگه پایین باشه یعنی اون جامعه همگنتره و افراد به هم دیگه نزدیکترن. برای این 48 آهنگ هم میشه یک جورایی ضریب جینی رو تعریف کرد. ابتدا یک جدول معروفی وجود داره که یک تقسیم بندی راجع به ضریب جینی انجام میشه. مثلا اگه ضریب جینی عددش کمتر از 2/10 باشه، ما میتونیم بگیم که یک جامعه تقریبا تساوی برقراره. اگه بین 2/10 تا 3/10 باشه، به طور نسبی یک تساوی تو اون جامعه حاکم شده. بین 3/10 تا 4/10 تا حد حالا قابل قبولی، اما از 4/10 به بالا که ضریب جینی اتفاق میفته، ما میتونیم بگیم که دیگه تقریبا بین دو قشر دارا و ندار اختلاف زیاد شده. و در نهایت اگر ضریب جینی بالاتر از این باشه که خب خیلی دیگه بدی حساب میشه، میتونیم بگیم که یک اختلاف وحشتناکی به وجود اومده در جامعه و اختلاف طبقاتی بسیار بزرگی شکل گرفته. واتس ضریب جینی رو مثلا در مورد گروه مستقلین توی هر دو آزمایش حساب کرد و دید که این عدد برای آزمایش شماره 1 تقریبا 0.27 شد و برای آزمایش شماره 2 0.21. یعنی در هر دو آزمایش ما تقریبا نابرابری داشتیم تو گروه مستقلین. یعنی بعضی از آهنگ‌ها مورد توجه بیشتری بودن، دانلود بیشتری گرفتن، بعضی از آهنگ‌ها دانلود کمتری گرفتن، اما تقریبا یک توزیع متناسبی بود. میشه گفت که تقریبا جامعه شرایط تساوی برقراره. خیلی اختلاف بزرگی بین اون آهنگی که بیشترین دانلود رو پیدا کرده تا اون آهنگی که کمترین دانلود رو پیدا کرده وجود نداشت. تو گروه مستقلین اختلاف طبقاتی بین دانلودها خیلی توی چشم نمیزد. اما همونطور که احتمالاً میتونید حدس بزنید، تو گروهی که شرایط اجتماعی و تحت تاثیر شرایط اجتماعی بودن، این قضیه کاملاً متفاوت شد و یک همچین نمودار اتفاق افتاد. تو نمودار سمت چپ ما داریم آزمایش شماره 1 رو میبینیم و اون 8 جهان موازی که تو اون شکل عجیب و غریب جدول 48 تایی اتفاق میفته. همونطور که می‌بینید تقریباً ضریب جینی هلوش 3/10 تا 4/10، بعضاً بالای 4/10 هم اتفاق افتاده که داره نشون میده که میزان نابرابری بیشتر شد. اما باز تاکید می‌کنم آزمایش شماره 1 آزمایش عجیب و غریبی بود. ما اینجوری رتبه‌بندی آثار هنری رو دریافت نمی‌کنیم و معمولاً آزمایش شماره 2 که اتفاق می‌افته. آزمایش شماره 2 همونطور که می‌بینید اعداد ضریب جینی خیلی بیشتره. اعداد تقریباً از نیم بالاتر و تا نزدیک 6/10 هم میره. یعنی بدترین حالت اختلاف طبقاتی اتفاق افتاده. تو آزمایش شماره 2 توی جهان‌های مختلف، به خصوص توی یکی از جهان‌ها که تا نزدیک 6/10 هم رفته، اون آهنگی که بالاترین میزان دانلود گرفته و اون آهنگی که پایین‌ترین میزان دانلود گرفته اختلافشون بسیار بزرگه و ضریب جینی بزرگی پیش اومده. اختلاف طبقاتی عظیمی شکل گرفته. واتس در واقع می‌خواست بگه که ما وقتی تحت تأثیر شرایط اجتماعی هستیم و نظر دیگران رو می‌بینیم و می‌شنویم، این دو تا اتفاق توی اقبال به یک اثر هنری رخ میده. اول اینکه دیگه در جهان‌های موازی این رتبه‌بندی‌ها قابل پیش‌بینی نیست. یک اثر هنری که در یک تاریخی موفقه، کمان که در یک تاریخ دیگه‌ای کاملا ناموفق باشه و اون شکل در هم ریخته رو به وجود میاره. دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که یک اثر هنری موفق میشه، آنچنان اختلاف طبقاتی پیدا میکنه با اثر هنری ناموفق که یک ضریب جینی بزرگی شکل میده. حالا میشه این دو تا پارامتری رو که دانکن واتس تو آزمایش خودش مورد بررسی قرار داد، در مورد کارهای مرحوم ایرج پزشکزاد هم بهش اشاره کرد. مشخصا در میان کارهایی که آقای پزشکزاد انجام داده، ضریب جینی بسیار بالاست. یعنی همون اتفاقی افتاده که دانکن واتس تو آزمایش خودش پیش بینی کرده بود. وقتی اثر اجتماعی بالا باشه، اون اثر هنری که موفق باشه خیلی موفق میشه. آنچنان موفق میشه که دیگه باقی آثار اختلاف طبقاتی بسیار بزرگی رو شکل میدن. الان کمتر کسی هست که اصلا بدونه که مرحوم پزشکزاد کتاب دیگه‌ای نوشته یا اصلا کار دیگه‌ای تولید کرده. همه جا دایجان هست که بر صدر نشسته و این همون چیزیه که اصلا پزشکزاد رو به فغان آورد. این همون بحثیه که دانکن واتس هم تو آزمایش خودش نشون داد که وقتی شرایط اجتماعی حاکمه، وقتی که من نظرم مستقل نیست، من نظر شما، اون چیزی که تو رسانه می‌بینم، از دوست آشنا می‌شنوم، اون نظر من موثره، اون وقتی که اختلاف طبقاتی بسیار بزرگ شکل می‌گیره. اما وجه دوم کاری که دانکن واتس انجام داد و پارامتر دومی که مورد بررسی قرار داد، اون چیزیه که از دسترس ما خارجه. ما توی یک تاریخ داریم زندگی می‌کنیم. دانکن واتس میگفتش که در تاریخ‌های موازی یک اثر هنری جایگاه متفاوتی رو پیدا می‌کنه. همون شکل آشفته محور مختصات دکارتی رو به دست آورده. یعنی اگر ما دوباره به عقب برگردیم و دوباره مرحوم پزشکزاد داستان‌هایی رو بنویسه، هیچ دلیلی نداره که کتاب یا داستان دایجان ناپلئون بر صدر بشینه. شاید یک کار دیگه ایشون این بار مطرح باشه. شاید این بار من و شما میدیدیم و میشنیدیم که خیلی از منتقدین هنری دارن راجع به یک کار دیگه
مرحوم پزشکزاد حرف میزنن و برای اون دارن یک نراتیو فلسی ایجاد میکنن و دارن مشخصاتی رو اشاره میکنن که بگن که بله این کار بهترینه. البته این بحث رو میشه یه کمی بالاتر هم برد، شاید در جهان موازی که به شکل تئوریک شکل بگیره اصلا کسی مرحوم پزشکزاد رو نشناسه، یا تو اون جهان موازی شاید دیگه مونالیزا یک اثر معمولی باشه، شاید این نقاشی هم یکی از همون نقاشی‌هایی باشه که تو راهروهای موزه لوور هست ولی کسی بهش نگاه نمی‌کنه و اصلا کسی نمی‌دونه که خالق این اثر کی هست. و در مرحله بالاتر شاید در اون جهان موازی اصلا کسی ندونه که لئوناردو داوینچی کی هست. این وجهی است که از دسترس ما هم تو گفتم خارجه. ما در یک تاریخ زندگی می‌کنیم و فرضمون اینه که به نظر میرسه این کسانی که موفق هستن، این آثار هنری که موفق هستن، حتماً و حتماً ویژگی‌هایی داشتن که موفق شدن. در حالی که حداقل با این آزمایش دانکن باس در زمینه موسیقی اینطور به نظر نمی‌رسه و موضوع بخت و اقباله که تعیین کننده است که کدوم اثری در رأس قرار بگیره. شانسه که هم تعیین می‌کنه کدوم اثر در رأس قرار بگیره و وقتی هم در رأس قرار می‌گیره خیلی خیلی با اختلاف زیادی پیشتاز همه کارهای دیگه میشه. دانکن واتس در ادامه خودش رو محدود به سلیقه و ذائقه هنری نمی‌کنه و فقط بحث رو در قالب اینکه من چه موسیقی دوست دارم یا چه کتابی یا چه فیلمی محدود نمی‌کنه. در خصوص آثار هنری من عقایدی دارم، من شکلی از موسیقی رو میپسندم و اشکال دیگه از موسیقی رو مبتذل و سخیف میدونم. حرف واتس اینه که این نظر من تصادفی شکل گرفته. من میتونستم با تغییر بسیار کوچک، اگه یادتون باشه میزان پیشبینی پذیری بسیار بسیار پایین بود یا پیشبینی ناپذیری بالا بود، یعنی با یک تغییر جزئی میتونستم کاملا شکل دیگری فکر کنم و کاملا شکل دیگری از موسیقی رو بپسندم، همون شکلی از موسیقی که امروز از نظر من سبک و سخیف و مبتذله. میتونستم فیلم‌هایی رو دوست داشته باشم که امروز از نظر من فیلم‌های بی‌ارزشی هستن. میتونستم کتاب‌هایی رو دوست داشته باشم که امروز بهشون به چشم کتاب‌های زرد نگاه می‌کنم. موقعیتی که من دارم موقعیت کاملاً تصادفیه. اما وضعیتی که واتس ترسیم می‌کنه صرفاً در حیطه مسائل هنری نمی‌مونه و وارد دایره بزرگتری از مارکت فرهنگ میشه. به طور کلی عقایدی که ما داریم در شئون اجتماعی، در روابط انسانی، حرف واتس اینه که ما خیال می‌کنیم و این نراتیو رو برای خودمون میسازیم که در اثر مطالعات و فکر کردن و بررسی به یک عقیده رسیدیم، ولی در نهایت اون عقیده هم شانسی در ما شکل گرفته. افراد در یک جامعه میتونن محافظه‌کار باشن، میتونن لیبرال باشن. مثلا یک فرد محافظه‌کار مدافع حمله اسلحه هست یا مخالف ورود مهاجرین هست. برعکس از سر دیگر طیف یک فرد لیبرال مثلا مدافع حقوق زنان هست یا مدافع پذیرش پناهجویان. هر کدومشون هم فکر میکنن که استدلال راسخی پشت حرفشون هست، منطقی وجود داره. منطق وجود داره، اما در این موقعیت قرار گرفتن کاملا تصادفی اتفاق افتاده. با یک تغییر جزئی اون کسی که دیگری رو ابله و احمق خطاب میکنه میتونسته همون عقیده رو داشته باشه. اینجاست که خنده‌دارترین شکل از برخورد شکل تعصبه. ما به شکل تصادفی به عقاید برخورد میکنیم، نه اینکه عقاید رو در خودمون به وجود بیاریم، و در نهایت روی همین عقایدی که تصادفی شکل گرفته متأسفانه عمل میکنیم و دیگری رو انکار میکنیم و اون رو غلط خطاب میکنیم و فکر میکنیم که حرف ما کاملا درسته. این بحثی هست که در کتاب دیگری هم من در یک ویدیوی قبلا بهش اشاره کردم که تو اون کتاب از توهم دانایی نویسندگان اسم میبرن. نویسندگان میگن ما خیال میکنیم که چیزی رو میدونیم، در حالی که هیچ وقت ما به تنهایی فکر نمیکنیم. عنوان سوتیتر کتاب این هست که ما هرگز تنها فکر نمیکنیم، ما همیشه در یک گروهی هستیم و تفکرات اون گروه رو داریم بیان میکنیم، منطقه اون رو به اسم خودمون جا میزنیم. من فکر میکنم که فلان، در حالی که این من یعنی یک گروهی که من در اون گروه هستم و مثل اونها فکر میکنم. حرف واتس اینه که جایگیری من در اون گروه تصادفی و شانسیه و میتونسته جور دیگری باشه. اگه بخوام برگردم به کنسرت استاد شهرام ناظری، اون روز هم شرایط زمانه و روزگار دست به دست هم داده بود و اتفاقاتی افتاده بود. حتی اگر خود استاد هم از مردم میخواست که توجه کنن به قطعات دیگری، کماکان افراد حاضر در اون کنسرت حداقل از استاد مطالبه می‌کردند که باز هم همون قطعه قدیمی رو بازخوانی کنه. این چیزی هستش که طبق مشاهداتی که توی این آزمایش و بحث‌هایی که آقای میرفتاح تو مقاله‌شون ذکر کردن میشه برداشت کنیم، یه امر تصادفیه. حتی در مورد عقاید و رفتارها و سلوک ما هم میشه این قضیه رو به کار برد. اگر ما به چیزی اعتقاد داریم، چیزی رو می‌دونیم و یا موقعیتی رو برای خودمون متصور هستیم، به قول حافظ بحثی از کمال و کرامت نیست. یک شکل تصادفی اتفاق افتاده که میتونه دگرگون باشه. خیلی ممنونم از این فرصتی که برای زبنده توجه فرمودیم و ارادت.